فهمیدم بچه الان وسط ویدیو بهتون میگم داستان چی چه کوها رو الان بچه یه دو ماه دیگه اینا همه میشه برپا. سلام دوستان، خوش آمدید. سلام برای بگز، خوش اومدید. اومدیم این به سراغ اون ویدیوهای هر چند وقت یک باری که با هم دیگه میریم از چی؟ کابل. از کابل میریم و کابل رو با هم دیگه بررسی میکنیم از نمای بالا با چنل کابل درون 4K درون درون فوتج که اسم طولانی هم داره و واقعا اون چنل هایی که با درون میان فیلم برداری میکنن دمشون گرم، چه ایران چه افغانستان، چون هر کشور دیگه چون کشور خودشو نشون میده. دمش گرم. آره بچه سوئیس رو خیلی زیاد نشون میدن. آره بچه یه جام تو ایران هست، همین رفیق آیتان اسلامی حاجارش هست. اون منطقه که اون خونش اونجا بوده. بچه یه ویدیویی بود من تو یوتیوب هم دیدم، یه شورت ویدیو بود، میگفت که سوئیس باید بیاد چه اینجا لوی بندازه. اگر باشه من ویدیو یه تیکشو میذارم برات. بریم با هم دیگه داشته باشیم این ویدیو رو، لینکش تا قرار دیسکریپشن هست، لایک و سابسکرایب و زنگول اینستا. بریم سراغ ویدیو. کابل ترکیبی از شهر مدرن در افغانستان، سرسبزی، 33 پل هم دارن تازه. این 12 پلشونه چیزه، یه دونه ما تو اصفهان داریم، چیه؟ نقش جهان. نقش جهان، میدون نقش جهان و اینا. اینجا هم ترکیه داریم. ببین هر گوشش یه کشور، همه چی رو داره دیگه، جمع کرده. ببین عتیقه تا دلت بخواد هست. سنگ باجی بچه اینو بگیم ببینیم باشه. چون یه مملکت شاهی بود، زیاد شاه ها میرفتن. عتیقه الان اونجا هست، اینجا سمت مثلا حرات میتونی قشنگ پیدا کنی. الان سمت مثلا تبریز پر اینجور داستان. تبریز چیه؟ همدان. آره همدان، زنجانه، طالقانه دیگه، خیلی جا هست. طالقان بچه ها میرن کوها رو بریم ببینین. من رفیقم گفت بچه ها تلسم داره روش. ولی تلسمش بابا میاد آره تلسمش بگیرد جن داره دیگه. آره جن و ما رو این داستان میارن روشون، تلسم میذارن، دفینه است دیگه، میاره این رو به چخ رفتی. بریم بابا بله مکن قشنگ میتونه حاجی. الان فقط کابل شهر اونجوری تاریخی شاهنشاهی نبود. بامیان صد بار الان بامیان گفتی بچه ها تو بامیان. الان بامیان ایران یه دونه با شرکت افغان و ایران دارن یه دونه بیمارستان امام خمینی دارن میزنن. الان پروژه‌ش هم بامیان؟ آره آخراشه. اگر باشه میخوایم ویدیو شما میگیره مراتین. یه تو اخبار ایران هم گفت تو بامیان افغانستان دارن یه بیمارستان چند 120 تخته، 120 تخته اینور خوابگاهشو درست کردن. اصلا یک چیزی درست کردن پشمات بریزه. اسمش هم امام خمینیه. مثل همون تهران امام خمینی هست اونجا. فکر کنم مریضا لب ساحل بچه اون بامیان دریاچه بامیانو ببینن. نه نمیرم بغل بزنن. نه همونجا ها بود، میگم همون نزدیک بامیانه. نزدیک دریاچه بند امیر. این چیز دیگه غرقه؟ آره غرقه است. ای بلا چی؟ من در مورد این سبز بودن و آب و آبی بودن و آب یه چیزی فهمیدم. بچه الان وسط ویدیو بهتون میگم داستان چی؟ چه کوها رو؟ الان بچه یه دو ماه دیگه اینا همه میشه برپا. کوه دو ماه چه بیشتر؟ این کوها انگار اصلا داری گیم بازی میکنی بچه ها. گیم ها مثلا تفنگ بازی ها دیدی و کوها به آی جی های یادت؟ آره شبیه اونا هست. یه ذره ببین علازه ماشینی روح نداره دیگه بچه، باید بپذیریم. این همه تو ماشین نماشا من خیلی کابل رو دوست دارم. کلن افغانستان خفنه واقعا. چیزی که دیدی که از قبلها ایرانی ها یا آدم های و کشورهای دیگه داشتن اشتباس، ولی لازم ماشینی باید خیلی پیشرفت کنن. چرا؟ تو افغانستان لندکروز هست ولی نه پلاکه، نه تو خیابون اونقدر میبینی. آره دیگه ایران به خدا خیلی بیشتره، با اینکه لندکروز 2024 نباشه. الان اینجا ماشین رو این توییت ها مال 1997 اینا. آره دیگه یه پرادو که این دیگه ریخته. از این پرادو هم زیاد باشه اینا رو باید جمع کنم. مثل تقریبا پراید و پیکان ایرانه دیگه اینا. پیکان که خیلی کم شده، یه پرایده خیلی قدیمی بود. حالا پرایدهای نو رو کاری نداریم، پرایدم که دیگه تولید نمیشه، ولی میخوام بگم که اونا رو یواش یواش جمع میکنم. آره بره. الان دیگه بچه افتادن رو 206 و نمیدونم پژو این داستانا تا 85 فکر کنم دارن جمع میکنن تا 85، تا سال 85 دارن جمع میکنن. یه تایمی دیگه اینا که جمع شده ماشینای فرسوده میان رو 90 دیگه. ماشینا مثلا در هولوژ 10-12 سال باشه. این خوبه اینجوری. الان این کشورهای اروپاییش هم هست 6 سال. خب ولی از 6 سال کنه دیگه اون قانونا رو. از 6 سال به اونور دیگه وا ویلاتانه دیگه. یهو مثلا می‌بینیم خیلی بد سال باشه. هزینه است دیگه، هزینه بذاره دیگه. همون پسر تو آمریکا هم میگه دیگه.
خدا آیسن اسلامی مگه نمیگه مگه من ماشین دارم معامله میکنم ماشین های مدل پایین تر به چه آدم به فنا میده؟ نگاه کن تو چی میخوایی؟ ببین شاید شهرداری این کارو نکرده باشه ولی اصلا یه نمای زیبایی داره. آره حاجی تو باور نمیکنی این کابله. این کابله. این حاجی این چیه اینجا؟ شبیه هتله. هتله آره. دیگه اینها. اینها هتل است استخداره رفتیم توش. آره آره. خانم رفت توش. آره. بکنم بچهای آره اینج گوشه هم وایساده بود با هلشات داشت میره. آره. خدای من یعنی برم تو خیابون به یه ایرانی نشون بدم بگم از اینجا کابله. میگه بی برو بابا. اینجا بچه اینم بگم بهتون اصفهانه الان بین ایران افغان و داستان اما ببین به تاجیکا هم راه نمیکنم بعضیایی که میگم دیگه اونا به درد نخورن ببین شما اصلا اون ایرانی که نیستش اولا اون کسی که دنیا توهین میکنه به من نشون بده من خودم با لگد میرم تو دهنش چون داره آبرو من ایرانی رو میبره من به هیچ ببین گفتم من به آمریکایی هم توهین نمیکنم چه برسه به افغانی الان که... آلمان اونی که داره دیگه اونجا خلاف میکنه من ایرانی دارم اونجا خلاف میکنه منو شوت میکنه بیرون دیگه اون یکی ایرانی باید بیاد اون آلمانی رو فوش بده بابا اون من دارم زیتورم زیر سوال میبرم منو بندازم بیرون تو با خیال راحت وای میسی اونجا بابا ما یه چیز ببین تو داری در مورد ایرانی آلمانی صحبت که من دارم در مورد صحبت میکنم که آقا من آمریکایی ام مردمش دوست دارم نیم هر جای دنیا رو دوست دارم الان کانادا که داداشی آمریکاست جز اون یه دونه که کشورم نیستش الان کانادا که داداشی آمریکاست بعد چرا من نباید افغانستان که این همه دیگه داداشی تر از این داریم عزیزم نه دیگه ببین میگم بچه کانادا و آمریکا دیگه داداشی هم دیگه یه دونه دیوار یه تخته دیگه آریا رفته بود دیگه یه دروازه مانند فاصله شونه ببین بچه بعضی موقع به هم دیگه اینقدر میتوپن خب با اینکه مثلا میگن که ما داداشی هستیم و فلان و ما یه کشوریم اینجا خب ولی بچه نباید این چیزا رو شما بیاین ادامه بدین ببین اونجا هم هست یارو میره آمریکا برمیگرده دوباره بدون ویزا بدون هیچ کاری یه کارت میده میره کانادا یا از کانادا میره آمریکا میره و برمیگرده تو کشور خودش باید اینجوری باشه نه اینکه به خونه هم دیگه تشنه باشه خدا قسم بچه من ایرانی ام دیگه درسته من بازی های ورزشی افغانستان و تاجیکستان رو دنبال میکنم چون دوست دارم میبینم یک برادر فارسی زبون من تو یه جای دیگه داره اینقدر با عشق میره الان تو بعضی از کانال های تلگرامی میام میبینی نگاه میکنی میبینی سه تا فارسی زبان افتادن به جون هم دیگه یارو برمیگرده میگه شور بعد یکی میاد میگه که داداش اینجا عمومی همه دارن میبینن خارجی هم داره میبینن تو داری دوتا فارس داری هم دیگه رو میکوبی اینجا اون داره میگه آقا بس بزن دیگه اینا که هم دیگه رو دارن میزنن تو هم بزن مملکت خراب میکنن دیگه مملکت خراب میکنن حالا با اینا خوبن این آبیا اینا که رنگ کردن حالا اینا رنگ شدن تاکسیه اینا فرق میکنه تاکسی حالا اصولا پدرشو در میاره گنبد و نگاه اینجا کاخ سفید کوچولو آره ببین هر چقدر کابل ببین بچه من موندم میدونید که بچه ها کابل جدید 1.5 برابر این کابله من موندم این کابل اینقدر بزرگه 1.5 برابرش چی میشه ببین چی میشه با من تو رو خدا منطقی صحبت کن اصلا امکان بچه ها منطقی صحبت کن فکر کن مثلا چند برابر اینجا بعد اونجوری همه لوکیشن جدید همه چی تر و تمیز تازه مترو داره بیارتی داره همه چی داره 1.5 برابر بابا یزی تو یه برابر اینم درست الان اونجا رو خود میرویس عزیز میرویس گفتن تا 2035 تمام میشه دیگه کجا؟ اون دو تا پروژهش تا 2035 تمام میشه آره کابل افغانستان مسجد بوالیه گنبدش آره نارنجیه گنبدش این هم همون هواپیما هست رستوران کردن آره. تو ایران هم دو سه تا اینجوری تو تهران داریم فقط بچه ها باشی اونو باید بخرن الان هواپیماشو خراب شده دیگه میخرن بدنشو میخرن الان بدنش فلز بدن دیگه آراجی چقدر پولشو باید بدن اونجوری پارک و نگاه کن وسط خیابون این ور جاده بقید وسط روزخونه آره بچه من یه جا دیدم یه یاروی اومد چون اینجوری گلی بود اومد یه دبه اینجوری بچه یه رنگ اینجوری بود که هیچ ضرری به ماهی ها و این داستان ها نمی کرد دیگه. اومد گفت آقا بذار یه شکل خوشگل بگیره از اون سر رودخونه ریخ آب همه جا شد آبی یعنی آبی ها یه جور مصنوعی درست کرد دیگه خب رنگش طبیعی بود رنگ به درد نخور نبود اینجا میتونم بریزن این گلی که داره میاد این رنگ خوشگل تر بشه به نظرت جواب نمیده؟ نمیدونم من اصلا سوادشو ندارم چون این رودخونه زیاد راه نمیده که یا میره نه میره گفتم شاید استوبه اینجوری نه اینا داره داشت میره آره تا نگاه این یتکه قفله آره آجی این یتکه بچه کجاست بگی این یتکه شاید مثلا از سطح مثلا استان تهران پایین تر باشه علاوه ارتفاع ساختمون نگاه
خب این الان پایین تر دیگه. آره یه سم بیره اصلا کلا برجه. وای اونا دیگه خب بچه ها الان تو زندگی تو برج هم دیگه خسته کننده و کسل کننده میشه. فکر کن مثلا تو یه برج صد واحدی بشینی اعصابت خورد نمیشه؟ توی هر طبقه مثلا هفت و واحد داشت. یاروها دارید بچه ها میتونید آشغالتون رو بندازید در خوش هم بالا بره پای دیگه تا سر کوچه نرید. آره دیگه این یه آشغال مرکزی داره. موزلات من اینه نبشی میگن شوتر ترش شوتر میگن نمیدونم. بعد یه لوله هست دیگه همونجور ول میدی میده. بعد جارو برقی دیگه نمیخواد بخره. یه جارو برقی یه چیز لوله داره ولی ضعیفه دیگه. الان دیگه تو ایران بالا شهرها میذارن اون را. آره دیگه آخه استفاده نمیکنن که ولی بعضی چیزها بچه ها محض چوس کلاسه. من کلاس بیام فقط اینو دارم. ولی اگر اوکی کنه مثلا سرعت ایناش خوب باشه من بذارم خیلی خوبه. دیگه جارو رو دیگه ول کن. آقا چی لولاش چقدر باید دراز باشه اون؟ یعنی برای هر اتاق یه دونه لوله تا لوله گذاشتم. ولی منبع سوسک میشه دیگه اونو همش. ورودیای سوسک میشه دیگه. آره دیگه. دمتون گرم باشه که تماشا کردید. لایک و سابسکرایب بکنید. نظرتون در مورد کابل در حال حاضر بگید. بگید که آقا میپسندید این فرمو باید چیکار کنم؟ خط‌کشی خیابونا رو انجام بدن، چراغ قرمز بذارن، نصب بدن، هر چیزی. موتر نمیدونم موترهای رنگی. من میگم موتر خیلی رخ میده. خب بیاره دیگه. شما بالا نگاه میکنی بچه یه زمانی 10 سال پیش ایران همش پراید پیکان بود خب ولی الان شده خیابونای شانگهای چین اینا دیگه. دمتون گرم بچه‌ها تا ویدیو بعدی. بدرود. خدا نگهدار.